تا چرفشاهی، همین ها ایران را آزاد میکنن. هلن رو ببینیم بس با مهر کارگردان عزیزم. فرزندان ایران استاد چرفشاهی این گونه هنرمند در گیتی پراکنده هستند و اینها به زودی با افتخار و سربلندی برای یک شهریاری آریایی به ایران باز می‌گردند و ایرانی ها بدانند که اگر از فرزندان خودشون پشتیبانی کنند این ارمغان ها را خواهند داشت، اگر نکنند پشتیبانی از فرزندان خود و نیان برای تغییر در ایران همونطور که شما گفتید پشت سر محبوبان خودشون صف نکشن، استاد چرفشاهی حمله نظامی به ایران خواهد شد و در حمله نظامی به ایران، ایران میشه افغانستان، عراق، یمن و این پیرپاتالایی که الان هستن جانشان به هدر خواهد رفت و این جوانان از خارج از کشوری که خواهند رفت در کنار جوانان داخل میهن و سرزمینی رو آباد خواهند ساخت. برای پیشگیری از ویرانی و تباهی و تهاجم بیگانه به ایران مهرورزی کنید، از این بچه های خودتون مردم پشتیبانی کنید. و استاد چرفشاهی میگن مقدس فلان چیز، نداریم مقدس، میگن اعتقادات مردم احترام بذار، اعتقادات که جنگ و خون و شکستنگه و سیاهی و تباهی و چادر عبا عمامه صحراگردار انداختن روز سر زن دختر من که اعتقاد نیست، که اعتقاد از عقد میاد، از عقد، عقد از پیمان میاد، میترائیست، پیمان داریم برای آزادی، پیمان داریم برای خردگرایی، پیمان داریم برای شادی، ما پیمان نداریم برای اینکه تباهی و سیاهی. بچه ها بدونید مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمه، خالتون، اعتقادات فاتحه، مقدس تو هستی، انسان ایرانی است، اون بهایی هموطن منه که میگیرن میکشن شکنجه میکنن، مقدس ملت ایران، دختران ایرانی آریایی هستند، مقدس برای ما رضا رهنورد هست، نیکا هست، مهسا هست، شکاری هست، همه فاتحه اینا رو بخونید، فاتحهشون ادام بخونید، نه اعتقادشون رو ما میخواهیم، اونا باید به اعتقاد ما احترام بذارن. اونا از خارج آقای شرفشاهی اومدن تو سرزمین من و تباهی و سیاهی و پلیدی رو برای ما آوردن، میگن آقا تو به من احترام بذار، اعتقاد من اینه، اعتقاد تو رو نسل نو ایران به گور خواهد برد، شما هستید که در داخل من بیگانگان. اما تو یه داریوش خان ترانه زیبای مویلی کرمانشاهی عزیزم رو، بیگانه در ایران است، بیگانه، ما پیرو زرتشتیم. ما اینی کرمانشاهی وقتی اینو خون داد به من ترانه رو، گفت بده کسی بخونه، متاسفم که وقتی که از جان رفت داریوش عزیز خون. ما اینی کرمانشاهی اینا همه یک عمر دین داشتن، علی میشناختن، مذهب داشتن، با این رژیم فاسد و پلید فهمیدن که تازیان جز عبایی برای من نگوردن. استاد چرفشاهی بله، یکی از مسائلی که آدم ها تو خارج از کشور دچار شگفتی میکنه اینه که مثلا میشنویم این قالیباف رئیس مجلسه، یکی از دزدای معروف که در شهرداری تهران واقعا چقدر ثروت مردم رو بالا کشید، خونه ها و اینا رو تقسیم کرد بین خانوادش و اینا، یکی از دزدای معروفی که الان آزادعلی اینو نشوندهش روی صندلی ریاست مجلس، این مرتب داره علیه در حال بیهجابی صحبت میکنه، در حالی که ما الان یه ویدیویی داریم، یه عکسی داریم که نگاه کنین که خودش، پسرش، دخترش، خانوادش چجوری با چه راه و روشی نمیدونین، این عکساش اینجوری داره میگرده، بعد این مرد به زنای ایران حمله میکنه که شما چرا رعایت حجاب رو نمیکنین. اول اگه تو معتقد به این مسائل هستی در داخل خونت این کار رو انجام بده،
خودشون دارن به این شکل زندگی میکنن، بعد به مردم در حال توهین میکنن، میگن روسری بردار. دوران اینی که بگیم روسری بردار نمیدونم اینا واقعا گذشته دیگه. این مسخره است که افراد و حکومتی، حتی آخونده هم هستن مثل قالیباف، تعدادی از آخونده دختراشون و اینا در خارج از کشور دارن با مینی جوب و در حال با بدون روسری و اینا دارن زندگی میکنن، این بر اون بر میرن، بویفرند دارن. این مسخره است که شما فشار میارین هر روز تحت یه عنوانی برای اینکه مردم رو سرگرم بکنین، یه سوژه درست میکنین. الان سوژه روز زنان که آقا روسری بذار، روسری تو غیر قانونیه، نمیدونم دوران خمینی رو میارن، صحبتهای اونو میارن، در حالی که اون خمینی همون اولاش با این حجاب مجاب اینا رو میگفت همه رو فشار وارد نکنین، دردسر درست نکنین، در باید حجاب داشته باشن، ولی نه اینکه فشار بدیم به مردم و زندگیشون رو مختل بکنیم. استاد، من این نکته در تایید فرمایشات شما نازنین بگم، اون اینه که خب من مخلص شما، من حدود 30-40 ساله که دفترم که اون شانزلیزه است و خیلی وقتا میریم تو شانزلیزه میشینیم با دوستان یا خودمون، کافه میخوریم، قهوه میخوریم، مکدونالد میخوریم، چیزی میخوریم. تو این 40 سال آقای شرفشاهی استاد، این امشب بگم دیگه، امشب میگم چون شما فرمودید، بارها من شاهد بودم دخترای این آخوندا با زناشون، خودی آخوندا، یکی بود دو سه بار دیدم قاضی بود، آیت الله بود، عضو مجلس خبرگان بود، اینها سرلخ بچه هاشون، خودشون هم لباس ها در واده یک کلا سرش کرده، تو شانزلیزه میان قدم میزنن، تو وست وود میان، کنزینگتون لندن میرن، الواتی که میکنن، چون به اینا باید بگیم الواتی، مشروبات که میخورن، دیسکوتک هم که میرن، آزادم که تو خیابونای غرب راه میرن، بعد میان بچهای ما رو بخورن. شما خب مردم پاشید غیرت ها، تا کی میخوان در این خریت باشین استاد شرفشاهی؟ اون کسی که خر میشه که سوارش میشن به همان اندازه جنایتکار کویارو سوارشه. خب شما مردم تا کی میخوان اینا رو متحمل باشین، تحمل کنین؟ استاد شرفشاهی شما از قالیباف گفتین، این و مدواقر قالیباف هم متاسفانه مثل همین مازن نادر نجات ما به جمع شدیم، او هم میشدیه با همین رئیسی هم محلی مازن نادر نجات رئیس هم به جمع کنه. حالا این مقباقر قالیباف اون موقعی که کسی نمیشناختش، هنوز مشهور نشده بود، پاسدار بود و اینا، خلبان هم چون هست هر از چندی باید پرواز انجام میداد که چیز خلبانیش از بین داره. ایشون بارها تو پاریس جزء همین تیمی بود که من عرض کردم، وقتی می اومد پاریس دست دادن با زن و بچه‌هاش سر رو همینجوری که شما دیدین راه برون، نه الان 30 سال پیش، از 30 سال پیش مردم شما کجای کاری؟ هیچ ملتی به بیبخاری شماها نیست، از بچه‌هاتون بیا میدون تا این حد خر نباشین که قالیباف‌ها، آخوندهای دیگه همشون از دمش علی تهران، علی خاملی که مرده های شرفشاهی، ولی جالبه که با این مردنش، حالا دیگه امشب چون ما میخواستیم بزمی باشه در من بیروش دیدید آقا بچه بسیجی باشد، این چاوچسکو ترتیب خاملی این بوتو این اسکلت رو خواهند داد، بچه بسیجی پاشون بهش پرید ترسیب زود جلسه چی جمع کرد رفت، در جمعی که 50 نفر برده بودن تو زیر شدیدترین پوشش امنیتی، حالا وقت نیست و یعنی میخواستم بهتون میگم که از همین در همین رابطه دو تا از سردارا رو دستگیر کردن، چون اینا 50 نفر رو حسابی تفتیش که کرده بودن، هیچ 2 ماه روشون مطالعه کرده بودن، آوردن تو خونه، یکی پاشو داد زد علیه خامنه‌ای، بقیه هم آقای شرفشاهی، بقیه هم همصدا شدن باید. یعنی این بت، این مجسمه، این عروسک نه تنها خواهرش و برادرش و داییش و بچه های خودش، نوه‌هاش، حتی بشرا دخترش، بشرا دهمت تا که تو باشی بوش، بشرا آقای شرفشاهی 2 ساله 2 ساله 3 ساله باباش ندیده، یعنی میدونن باباش نیستی، یک اسکلتیه. وقت مردم شما چرا اینقدر میبخارین؟ استاد شرفشاهی از این پس وظیفه همه اینه که مردم رو، مردم خاموش رو، به قول پادشاه مردم، اون اکثریت خاموش رو که اونها هستن قاتل نیکا،
قاتل مهسا، قاتل رهنوردی ها، قاتل بدبخت اینا که میبینین چه میکنن، چاکی میخوان ذلت پذیر باشه شما آخه. بله از این بعد باید مردم رو نشانه را باید داد چرف شدید. بله مردم بی بخواه. من واقعا منم شگفت زدم که در هر جایی در هر کشوری این مردم هستن که موقعی که ظلم به درجه بالا میرسه حرکت میکنن و رژیم رو ساقط میکنن و یک رژیم منطقی جانشین رو میکنن، ولی مردم ایران این همه ظلم رو دارن تحمل میکنن، این همه نداری رو دارن تحمل میکنن، تو سطل آشغال میرن غذا برای خودشون برمیدارن و تحمل میکنن، اونو میخورن گرسنگیشون رفع بشه، ولی علیه رژیم کاری نمیکنن. اینی که 10 تا 20 تا کارگر اعتصاب میکنن میان میرن علیه حکومت هم فریاد بزنن و داده بیداد میکنن، این باید یه مسئله گسترده بشه، همه باید دست در دست هم بدن حرکت کنن. این شما این که مقصر اصلی روی کار اومدن این رژیمی، چه کسی هست که اون رژیمی ما داشتیم، اون همه مترقی، اون هم مملکت پیشرفته، همه زندگی های عالی داشتن، همه شکم ها سیر بود، همه هر کارمندا ما سال یه بار یه ما میرفتن خارج از کشور در حال اونجا تفریح میکردن و برمیگشتن. حالا شما اون حکومت ریختین تو خیابونا، ناگهان بردین اینا رو آوردین جاش. خب باید الان هم متوجه بشین که چه زیان هنگفتی علیه این مردم شما ایجاد کردین و به وجود آوردین. حرکت کنین دیگه. بله آقای سیاوش. درود بر شما استاد چرفی. واقعا درود بر استاد چرفی. من یه نکته رو میشم اینجا بگم که گفته باشم برای همیشه. ببینید شما خودتون در امریکا سال هاست که یکی از شخصیت برجسته اونجا هستید و میدونید که مثلا 4 نفره که میخواییم دعوت کنیم تو دفترتون بیان یه مقاله چیزی بنویسن، کاری بکنن، تحصیل بکنن، یه چایی با شما بخورن، مثلا 50 دلار 100 دلار هزینش، یا فردا میخواییم یه تظاهرات جلو فدرال بیلدینگ بذارین، بلنگو و اینا و کرده کردن چه و چه و اینا 1000 دلار 5000 دلار هزینش. استاد شرفشایی، این مردم ابله اگر نمیدونن من میخوام بگم امشب که بفهمن. این تظاهرات سراسری که 6 ماه 8 ماه در سر تا سر جهان اینقدر با شکوه سازماندهی شده و میشه، اینا میلیاردها دلار روش هزینه رفته، میلیاردها دلار. شما چرا بلند نمیشین پشتیبانی کنین؟ تو داخل ایران بچه ها خون دادن، تو خارج از کشور برای شما سرمایه گذاری مالی شد، این حاضر حمایت جهان رو به دست آوردین، چی میخواین دیگه از این بالاتر؟ تحمیل کردیم ما شما رو به جهان و شما در خواب. خب وگرنه نابودیه دیگه، بعدش نابودیه، چون یک دقیقه اومد، یه دقیقه میاد اومد بریم دیگه، یه دقیقه اومد. استاد چرفایی اندوهگین زمانه ایران خصوصا. بله بسیار ممنون از شما و در حال مطالب جالبی که در این برنامه بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. با بوسی اومه شبات خوزرم استاد چرفایی از کارگردان برنامه. با بوسی اومه بسیار ممنون بینندگان عزیز.